بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. همینجوری که این پایین هم میبینید نوشته جولای 27، یعنی 27 جولای سال 2016 میلادی و برابر است با چهارشنبه ششم مرداد 1395. گفتیم به جای این که مجلس که چه عرض کنم، این گردهمایی دموکرات‌ها یا ریپابلیکن‌ها رو نشون شما بدیم که سرشار از دروغ و پدرسوختگی هست، بلکه از روی این زمین بریم پایین، بریم توی آب و این آب‌های زیبا با این موجودات زیباتر رو به شما نشون بدیم. شما اگر بیزینسی داشته باشید، برنامه‌ای داشته باشید، ویدیویی داشته باشید، عکسی داشته باشید، میتونید همین جوری که این قسمت، همین جوری که این بالا هست، اون رو به عنوان آگهی، به عنوان تبلیغ، یا مثل این پایین براتون بنویسیم که ما هم داریم تبلیغ میکنیم برای تلویزیون مردم و میگیم شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. خب بذارید من ضمن تشکر از آقای مونتی فاطمی که یک ایمیلی فرستاده، یک پیامی رو از طریق فیسبوک فرستادن، اینو به شما نشون بدم و از شما به قول معروف کسب تکلیف کنیم. اون وقتا میگفتن که فلانی براش تکلیف میکنه، حالا شما برای ما تکلیف معین کنید که ما چه کار کنیم. مثلا خب این آقای مونتی فاطمی آدم خوبیه، میگه که بذارید اصلا عین نوشتش رو براتون بیارم و بخونم که چیزی رو ما عوضی نگفته باشیم، چون عوضی گفتن و عوضی شنیدن ما. بله، مونتی فاطمی. خب ببینید من اینها رو خاموش کنم که میچرخه، بیام اینجایی که میتونیم روی این صفحه نوشته ایشون رو به شما نشون بدیم. اینجا کامرای دو. خب میگه که کاکو سوربی سلام، داشتم برنامه دوشنبه شب را از یوتیوب میدیدم، سوال کرده بودید برای واژه قانون را در دست خود میگیرن یا گرفتن چی هست، و من یعنی سوربی اصطلاح آنارشیست را به کار بردید، آن کلمه که به دنبالش بودید ویجیلانتی هست، آنارشیست، و آنارشیست مربوط به فلسفه نبود قانون است که بنیانگذاران آن باکونین بود. خب دیگه بنیانگذار بیقانونی هم بگی ما داریم، یا این اسم رو براش چیز کرده. در صورت بله، آقایونی مثل آقای مونتی فاطمی، دوستان دیگه که بیننده ما هستن، من افتخار میکنم که اگر اشتباهی میگم یا یه چیزی رو ازش میپرسم، این دوستان مثل یک برادر بزرگ، مثل یک دوست خوب، مثل یک معلم من رو راهنمایی میکنه و من از این بابت بسیار ممنونم. این نوشته ایشون سه قسمت داره. قسمت اولش من رو راهنمایی کردن که یاد بگیرم، ممنون، متشکر. و قسمت دوم در رابطه با برنامه آقای عباس سعیدی هم صحبت کردن، گفتن برنامه آقای عباس سعیدی هم جالب بود ولی نتیجه گیریشان غلط بود. یعنی اگر سردمداران بردهداری، فئودالیسم و سرمایه داری خود به فکر تغییر سیستم ها افتاده و مردم به طور عام نقشی نداشتن، صحیح نیست. بگذاریم. خب ببینید این فرصت خوبیه که آقای عباس سعیدی که هی میگه اگر دوستان تماس میگرفتن این برنامه ها بهتر میشد، ولی شماره تلفنشو من گذاشتم، بعد ایشون گفت نه این تلفن مال کارم هست، باید یه تلفنی برای بینندگان درست کنم، تهیه کنم، اونو میذارم. ایمیلو من گذاشتم، اشتباهی بوده، ضمن اینکه تقصیرش برمیگرده به خود آقای سعیدی. من روزی که اینا رو درست کردم برای ایشون فرستادم، سبز و سفید و قرمز، سبز اسمشون، سفید شماره تلفنشون، قرمزم ایمیل. ایشون دقت نکرده بود و من به جای ایرانیان تی وی 243
من نوشته بودم ایرانیان تی وی 24، فکر کردم فقط یعنی 24 ساعته. بعد پریروز به من گفتن که اشتباه نوشتم، ممنونم، از جمعه آینده درستش میکنم. ولی خب دوستان، شما هم باید اگه پا در این راه میذارید که برنامه داشته باشید، باید یه وقتی هم بیشتر بذارید، اهمیت بدید به اونایی که تماس میگیرن و الی آخر. این فرصتی که شما با آقای مونتی فاطمی تماس بگیری، ازش دعوت کنی که بیاد توی برنامه‌ای، همین اولین برنامه یا سومین برنامه که شما باز کردی ایشون میگه اشتباه هست، خب اینو نذاریم جلوتر بره و صحبت کنید، مناظره کنید. از مناظره شما دوستان، ما اینجا میگن طرف کریوس میشه، به اصطلاح کنجکاو میشه که بره بخونه یاد بگیره، اونم با یه نظر دیگه ای میاد یا از برداشت این دو نفر اون حد میانه رو میگیره. قسمت سومش خیلی جالبه، نوشته سوربی جان محض رضای خدا، بعد تو پرانتز نوشته که نمیدونم این روزها کجاست. اجازه بدین من اینو اضافش کنم که من نمیدونم اصلا هست یا نیست. محض رضای خدا و خلق و همون حضرت عباسی که محمد رضا شاه را از افتادن از اسب حفظ کرد و اون امام زمانی که رفته توی چاه جمکران و مردم بیچاره پول و پیتزا برایش میاندازن، اینقدر یا آنقدر به افراد گیر نده، به نفع تلویزیون مردم هم نیست. به هر حال این نظر من است، من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. ایشون هم نوشته شاد زی، ممنونم، شما هم شاد زی، آزاد زی، پیروز باشید. مرسی، متشکرم. من به ایشون گفتم چشم، تلاش خودم رو میکنم، ولی باور کن مانتی جان، 5 دقیقه بعدش یه آقای کردی آمده برای من پیام خصوصی فرستاده که ببین آقا من با آقای کافر آبادونی، یا آبادونی چی گفتم. حالا این کافر آبادونی کیه؟ یه نفر 40 سال پیش، 40 خورده سال پیش بلند شده آمده آمریکا، دیگه اینجا مونده. این دوستمون انقدر حالا ایران و آبادان دوست داره که حتی فیسبوکش رو به اسم انگلیسی نمی‌نویسه، با فارسی می‌نویسه. بعد به مردم میگه اگه انگلیسی میخوان یاد بگیریم من میام یادتون میدم، نمیدونم مجانی میخواد یاد بده نمیخواد. بهش گفتم خب بیا از تلویزیون مردم استفاده کن. گفت من حقوق بازنشستگی و دیسیبلی و اینا میگیرم، دیسابیلیتی میگیرم و ندارم. اینا فکر میکنن ما مثلا مثل این کلاهبردار آقای بیژن سفسری میخوایم هزاران دلار از اینا بگیریم. خلاص این آقا برای اون آقا، حالا نمیدونم این آقای کورت کجا هست، ولی اون آقای آبودونی خودش به منم دعوت کرده بود، منو فلوریدا، تو فلوریداست، نوشته بود که آقا اولا زندان اوین رو شاه نساخته و دوستانی مثل نیه خانم که میگن کاری به شاه نداشته باشید. ببین دوست عزیز، من ساعتش رو بهتون نشون میدم، اصلا بیا این ایمیل این آقا رو من به شما، یعنی فیسبوکش رو بهتون نشون میدم که بین من و ایشون مثلا چی گفتیم، چی نوشتیم. حالا اینو داریم در رابطه با آقای مانتی صحبت میکنیم. ببینید خود دوستان از بیکاری به قول معروف دوست دارن یه جایی شروع کنن یه بحثی رو و افرادی مثل من رو هم بندازن این وسط. ببخشید، یعنی حقیقتاً به زبون ساده، به زبون لوری، کرم داریم ما. اون آقای اقبال کاکابرای کرم داره، من کرم دارم، اون دیوانه است، من دیوانه ترم، و میایم شما را هم دیوانه میکنیم. ببینید نوشته که ساعت 11:57 بعد از اینکه من با آقای مانتی گفتم چشم، نوشته این هم جواب من به سیاه آبودونی کافر آمریکایی. سیاه آبودونی کافر آمریکایی، اولا زندان اوین مال دوران شاه نیست. من تا اینو خوندم براش نوشتم کاکو جون شما اشتباه میکنی، زندان اوین هیستوریشو بخون، در دوره شاه ساختن. حالا بعد ببینید جوابش چی میگه دیگه. حالا چون اون بالا رو اشتباه نوشته، من براتون نمیخونم، میارمتون این پایین ببینید چی نوشته. بریم پایین. من نوشتم بابا جون اشتباه میکنی، وقتی میخوای به یه کسی یه چیزی بگی با اون اتمام و حجت و اینها، یه تحقیق بکن. این روزا هم که تحقیق سر این نوک انگشتاتونه.
آقای اقبال کاکابری برایت که کرده، که بدبختی ها کشیدن اینها در زمان جنگ، در زمان شاه، در زمان شیخ، در زمان جنگ نابرابری ها دیدن، ببینید حالا چی میگه. میگه دستش درد نکنه، کاش 10 تای دیگر میساخت. اگر 100 تای دیگر هم میساخت، باز تعدادش نمیرسید به زندانهای جمهوری اسحالی و جنایت اعراب در حق بشریت. اون یک زندان تا ساخت تعداد انگشت شماری از روشنفکر اسلامی و توده‌ای روسی منش روسی منش توش بودن، اما جمهوری اسلامی و اعراب به آن کتاب آسمانی از ببینید. یعنی این دوستان فوری میزنن به صحرای کربلا به جای اینکه بنویسه شما درست میگید، من اشتباه کردم، این زندان در زمان شاه ساخته شده. یک کلمه، یک جمله. آقای مونتی، جامعه کرم داره، جامعه مریضه. داستانی تعریف میکردن، میگفتن پسر دست شکسته میبرنش دکتر، دکتر میگه که این چه کار کرده دست شکسته، میگن از بالای درخت افتاده پایین دست شکسته. شروع میکنه یه نسخه مینویسه، به پدر و مادرش میگه که این دستشو من میبندم، این نسخه رو بهش بدید. میگن این نسخه برای چیه؟ میگه این دوای کرمه، اگه کرم نداشت که نمیرفت بالای درخت. ببینید من اینجا نشستم، من برنامه دارم، میخوام درباره یه چیز دیگه صحبت کنم. آقای آبودونی اونم چی؟ اونم بلد نیست، میاد مثلا من میستم برنامه سوربی ساعت 2 بعد از ظهر، میاد زیرش راجع به یه چیز دیگه مینویسه. حالا این آقای فلانی به اون جواب داده، برای من فرستاده. آقا مسیج یا پیام خصوصی یعنی یه چیزیه در رابطه با شما یا با من. من چه کار دارم که شما دارین به هم دیگه فحش میدین؟ مونتی جان مریض هستیم، روانی هستیم، تنها هستیم، دیوانه هستیم. خدا هم زد تو سرمون این امکانات فیسبوک و یاهو و اینها رو به همون داد، هممون هم سنامون بالاست، فانکشنا و اصلا بیسیکش و اینا رو بلد نیستیم. هر کاری دلون میخواد میکنیم، میریم یه چیزی می‌نویسیم اونجا، طرف میاد برش میداره بهش فحش میدیم چرا برش داشتی. میگه آقا این خونه منه، این دیوار منه، این اتاق منه. فحشش میدیم، متهمش میکنیم. حالا ما امروز می‌خواستیم راجع به چی صحبت کنیم؟ اولا انتخابات آمریکا دیروز خانم هیلری کلینتون رو بالاخره در اون انتخابات، اصلا شما نگاه این انتخابات آمریکا بکنید، ببخشید اینو میگم، جایی که شطور بود به یک قاز خر، این انتخابات ایران و آخوندا قیمت واقعی ندارد. ببینید اینا هنوز مثل قرن 17 چند 19 که با گالسکو و اینها میمدن شهر، یه سری دلیگیت بودن، یه سری نمیدونم، اینا اینجوری رأی گیری میکنن. مردم رأی دادن، رأی ها رو بشمارید بگید آقا این 30 نفر بودن، اینقدر موندن، 4 تا 5 تا موندن. طرف با اشک و گریه میره بیرون و من و شما رو مجبور میکنن بین بد و بدتر انتخاب کنیم. و من از نگران، من گفتم رأی نمیرم بدم چون طرفدار برنی شده بودم با صحبت هایی که کرده بود، ولی برنی اومده میگه آقا اصلا پیام خصوصی فرستاده یکی یکی، میگه آقا تو میخوای به خاطر اینکه هیلری بده مملکت و دنیا رو بدی دست این دیوانه دزد پدر سوخته ترامپ؟ ببینیم چه باید کرد. اقلا اگر دست هیلری باشه و دست دموکرات ها باشه، دموکرات ها برای جنگ شروع کردن، برای چی کردن، یک کمی دست به اثار را میرن، مثل این جورج بوش دیوانه، مثل نمیدونم نیکسون فلان، اینا عمل نمی کنه. چه باید کرد انتخابات آمریکا؟ شما اگر میتونستید رأی بدید دوستان، و الان 2 نفر، یکی پلید یکی پلیدتر، هیلری کلینتون یه موجود پلیدیه، حالا دیشب هم شوهرش انقدر ازش تعریف کرد، بیل کلینتون اون موقع هم تا از این دوا و سیگار میگارا میکشیدید، اونم هیپی بوده، خب عاشق هم شدید و به خیر گذشته. حالا هم هی میگید روزی که این بچه‌م گیر اومد اینجوری، بچهش همین خانم چلسی، برید بزنید ایست چلسی هیلری، ایست چلسی کلینتون
نمیدونم دادر آف مثلا بیل کلینتون، ببینید چی میاد. میگن اصلا این بچه یه مرد دیگه است که اون موقع با این خانم هیلری کلینتون تو دفتر یه دفتری کار میکرد. خب این انتخابات آمریکا. مونتی فاطمی رو براتون خوندم. حالا ما میخوایم یه بحثی رو بذاریم درباره تلویزیون‌های دولتی مثل تلویزیون‌های ایران از شروعش در دوره شاه، مثل الان تلویزیون‌های ایران در دوره شیخ، که یه تلویزیون بلندگوی یا ارگان رسمی این شیخ یا حکومت ها، یعنی دیکتاتور حکومت رو گرفته دستش، دولت رو گرفته دستش، بلنگور هم گرفته دستش و اجازه هم نمیده شما یک تلویزیون خصوصی باز کنی حرفای خودتو بزنی یا مخالفین بیان چیز کنی. این یه نوع تلویزیون. یه نوع تلویزیون داریم، تلویزیونی هست که تو کشورهای اینجام هست، مال یه سازمانیه، مال یه شرکتیه، مال یه حزبی هست، مال یه چی میگم گروه سیاسیه، مثل مثلا تلویزیون مجاهدی. پولش از کجا میارن میتونی ازشون سوال کنی، ولی اونا مجبور نیستن به شما جواب بده. خب حالا یه سری دیگه، پس این تلویزیون‌های دولتی، حزبی، سازمانی رو ما خط میزنیم. یه سری تلویزیون هست مثل همین تلویزیون مردم، اینا عذر میخوام، اینا در تقسیم بندی نوع بیزینس و مشاغل به اینا میگن تلویزیون‌های خصوصی. خصوصی نه این که من تلویزیون باز کردم فقط عموم نگاه کنه و عمم نگاه کنه و دوستم آقای مونتی فاطمی نگاه کنه. خصوصی یعنی این رو یه شخصی یا چند تا شخص به عنوان یه شغل درست کردن، مثل پیتزا فروش، مثل چلو کبابی، مثل مدرسه خصوصی که تو ایران به اشتباه بهش گفتیم مدرسه ملی. مدرسه ملی اشتباه میگفتیم دولت. اصلا همه چیمون خرابه، همه چیمون خرابه. آقا مدرسه دولتی یعنی چی؟ این مدرسه ها مال مردمه، برای مردمه. مدرسه ملی، اون دومی کوفت زهرماری رو بذار مدارس خصوصی، پرایوت اسکول. اینجا پرایوت اسکول و دیگه مدرسه معمولی هم که چون مال مردمه دیگه نمیگن دولتی یا بگن ملی، چون مردم میدونن مال اوناست. بمان حالا این تلویزیون های خصوصی، من یه بحثی رو شروع کردم، متاسفانه چون بلد نبودیم، چون گرفتار تعارف هستیم، اینها رو با تلویزیون های خودمونی اشتباه گرفتیم. تلویزیون خودمونی اشکالش چیه؟ خانم عادله رزجو، شما چون خواستید که من بدی خانم نیرومنش رو بگم، اجازه بدید دوستان من این رو هم براتون بفرستم. رزماور، ببخشید نمیدونم چرا میگم رزجو، این خانم عادله رزماور، ببین سیاه آبودونی، اگر تلویزیون مردم نگاه کنی یه چی یاد میگیری. این خانم ببین هم با فارسی اسمش رو نوشته، برای دوستانی که احیانا تایپ رایتر فارسی دارن یا فارسی نگار بهنویس فلان اینا دارن، هم به انگلیسی. خانم عادله رزماور، اینجا هم نوشتن عادله رزماور، این فیسبوکشون دوستان. اینم تبلیغ مجانی ما برای خانم رزماور. و چرا من امروز میخوام این بحث رو درباره تلویزیون ها، یعنی یک ساعت برنامه رو میخوام درباره دو سه تا از این ماجراها بگم که ما یکم بیشتر یاد بگیریم. بابا نمیدونیم، هیچ کدوممون هم رومون نمیشه بگیم نمیدونیم. تنها یه سوربی هست که میاد میگه والا من نمیدونم، این قانون رو در دست گرفتن، ایشون درست میگه. ویجیلانت اینا یه که خودشون قانون رو در دست میگیرن. یه فیلمی بود چارلز برونسون آدما رو میکشت، آدما رو نمیکشت، جنایتکاران رو میکشت توی قطار و اینها، برای که اونها مردم میکشتن. پلیس هم به خاطر این کثافتکاریایی که تو سازمانشون هست و از ترسشون و اینها کاری به کارشون نداشتن. اون آقای چارلز برونسون که داستانم داستان حقیقی بوده، خودش قانون رو در دست گرفت و اینا رو کشت و مردم هم خیلی خوششون بود. حالا اون آنارشیست هم که ایشون میگه بیقانونی و هرج و مرج، آنارشیست میشه هرج و مرج. خب این خانم عادله رزم‌آور شاید پارسال با من تماس گرفتن، گفتن آقای سوربی من تازه اومدم
آمریکا، تازه اومدم ویرجینیا و میخواستم توی رادیو تلویزیون ها برنامه داشته باشم. و اجازه بدید من از این آقای نیاکان تشکر کنم. آقای نیاکان امروز یکی از دوستای مشترکمون زنگ زد گفت این سر قوطی بیژن سفسری رو که باز کردی تو رو خدا نبند، بذار دیگرانم بیان شکایت کنن. گفتم چش، و یه برنامه میرم اختصاص بدیم با آقای بیژن سفسری. امروز هم با آقای میبودی تماس میگیرم، میگم شما مجله ایران مهر ایشون رو نشون میدی، اگه پول داده به تبلیغش رو بکنی، اون به مردم بگو این یه تبلیغه و من مسئولیت قبول ندارم. اگر نه، به عنوان اینکه شما خبرنگار بودی و روزنامه نگار بودی و جون من و مرگ من و اینجوریه، مواظب خودت باش آقای میبودی. مردم از طریق شما این ایران مهر یا بیژن سفسری رو اگه رفتن تبلیغ دادن، آگهی دادن، کلایی رو که سر مردم اینجا گذاشته، توی این منطقه گذاشته، گذاشت سر اونها، مردم از شما شکایت میکنن. باز ممنون و متشکرم. خب این حکومت سکولار فکر کنم یه همشهری مونه، من فکر کردم هوتن داروگره. هوتن داروگرم یکی از بیننده قدیمی منه، خیلی مرد و انسان شریفیه و بارها از من دعوت کرده برم کالیفرنیا. چشم، حتما میام ببینم. خب خانم عادله رزم‌آور تماس گرفتن، یا با تلفن یا با ایمیل یا با فیسبوک، یادم نیست. ما هم طبق معمول احترام گذاشتیم، جواب دادیم. ایشون گفت دو تا از دوستانتون منو معرف کردن به این اسم و به این اسم. گفتم ازشون تشکر کنید، ولی من یادم نیست حقیقتا اینها رو، ولی همین که تعریف کردن از من ممنونم، متشکرم. آقا من میخوام برنامه داشته باشم، من میخوام اینا عکساشونه در سیزده بدر رو در برنامه های مختلف شرکت میکنن و تبلیغ میکنن برای اون باورشون که باور عرفان حلقه است. و آقای دکتر محمد علی طاهری، این عکساری که ما نشون میدیم دوستان، اینها چون در فیسبوک هست جنبه عمومی داره و من و شما هم حق داری نگاه کنی، نشون بدی و الی آخر. این خانم آمد گفت که من میخوام یه برنامه رو بذارم، یه کلاس رو بذارم. گفتم درباره چی؟ یه دوست دیگه اونم آمده بود قبلا، فرید خانم بود، گفته بود میخوام کلاس بذارم در رابطه با کلاس زبان. گفتم چه خوب، بیاین بچه های ایرانی تو خونه نشستن، بابای به من زنگ نزنه بگی سوربی تو چی میگی، برنامه شما رو نگاه کنه، دو کلمه نوش فارسی یاد بگی. اون دوست اونم رفت و بنده خدا بعد تصادف کرد و فراموشی بهش دست داد و اینا، الان حالش بهتر شده، از این بابت بسیار خوشحال. خانم عادله رزم‌آور گفتن که ما میخوایم یک کلاسایی بذاریم، افراد بیان. گفتم اینجا که رسمه، توی مدرسه ها، توی کتابخونه ها، توی هتل ها اتاق بهتون کرایه میدن، شما 10 تا 20 تا صندلی میذارید، ساعتی بهشون پول میدید، یا به طرف میگی آقا هر کی اومد اینجا اگر 5 دلار من گرفتم نصفشو به تو میدم، اون با اون میره. حتی ایشون رو معرفی کردم با داداش، با بره کلاس کاراته داداش خود من رو ببینه، و رفته بود و دیده بود گفت این خیلی بزرگه، این برای 300 400 نفره، ما فعلا میخوایم شروع کنیم 10 15 نفر. من حتی راهنمایی کردم، گفتم هتل و اینا 200 300 دلار از شما برای هر جلسه حداقل میگیرن، شما برو تو مدرسه محله اونجا بهشون بگی، چون این برنامه جنبه پابلیک داره و پابلیک سرویس هست و اینها، اصلا ممکنه مجانی کلاس بزنه. گذشت و رفت. هر وقت ایشون یه سوالی داشت، مشکلی داشت با کامپیوترش، واردم هست بنده خدا تو کامپیوتر اینا، ما تا اونجایی که بلد بودیم کمک کردیم. یه بارم آمدن در رابطه با کتاباشون و اینها، بالاخره یه تبلیغ بود، یه برنامه‌ای بود، یه جای گذاشتن، بعد دو روز بعد گفتن تاریخش عوض شده، بعد گفتن دوباره بذار، ما گذاشتیم. حتی سر پول دادن و اینها هم مثلا 140 دلار بود، بعد کتابایی که اینجا بود گفتن این کتابا هم برای شما، ما هم گفتیم خب این کتابا 80 دلار، شما 60 دلار به ما بده. یادم هم نیست والله، یه چیز اینجوری بود. بالاخره مسئله پول و اینها نیست، مسئله اینه و من تا امروز نمیخواستم بگم. از روز اولی که این خانم وارد شد صحبت کرد تا با فیسبوک و با اسکایپ و اینها، من گفتم بله اتفاقا تلویزیون مردم برنامه هم داد به خانم شهناز نیرومنش که این خانم با پسرش رجا برنامه های رو اینجا اجرا کردن، بر رادیو تلویزیون خودشونو زدن و برنامه های خودشونو دارن و کالیفرنیا هستن اینا. گو آها
این فلان فلان شده اصلا دزده و فلانه و اینا، گفتم والا ما دزدیش رو ندیدیم، اون چیزی که ما دیدیم ایشون مثل شما. زنگ زد برنامه ما در اختیارش گذاشتیم. خیلی هم اعتراض کردن، گفتم شما میتونید برنامه بگیرید بیان بگید این حق بازیه، این کلکه، نمیدونم بنیاد عرفان حلقه فلانه، بیسار دکتر محمد علی طاهری، نمیدونم پروندهش قلابیه، بیان بگید. من اینجا وظیفم نیست شما یه چیزی که میگی من اونو بگم، من وظیفم اینه. تظاهرات دیدین یه نفر یه بلنگو رو دوششه داره اون جلو میره، یه نفر اون بالا یا تو تاکسی باره یا ماشینه میکروفون دستش تو بلنگو حرف میزنه. خانم عادل خانم، شما اون یه نفری، من اینم که بلنگو دستمه، شما به من میگی که به مردم بگو، حالا چون من یه کاغذی رو فرستادم که ای کاشون هم نشون ندادی، ما یه مقدارش میگم مانتی جان، یه مقدارش مرض از خود منه، از ماست. اگه اونو من میگفتم $30 بدید تا نشون بدم، مجانی نشون نمیدادم، برای خودم درصد درست هم کردم، نشون دادم، گفتم این خبر خوش، گفتن این آقا دخترش نمیدونم فامیلش میخواد ازدواج کنه، آزادی بهش دادن، مرخصی، از زندان رفته خونهشون، اینم عکسش، عکس آقای دکتر محمد علی طاهری رو ما نشون دادیم. ایشون بعدن به من میگه خیلی ممنون که عکس نشون دادی، حالا شما به مردم بگو که این خانم شهناز نیرومنش دزده، نمیدونم سوء استفاده چیه، این دروغ میگه که اون مرده که کلاس خودت. میگم خانم من از کجا میدونم ایشون دزده، از کجا میدونم اون آقا اصلا زنده است، شما که میدونی بیا بگو. حالا ببینید برای من چی نوشته. اینو ما تو برنامه هفت برنامه دوشنبه به این خانم گفتیم، ایشون رفته ویدیو رو نگاه کرده ببینید که چی نوشته. خدایا ما این چیزا رو چجوری هی میگیم. آها دکتر طاهری، به اسم دکتر طاهری گذاشتم. اولا خدا میدونه چه چیزایی قبلا نوشته که حالا یا از خجالتشون یا هرچی ورش داشتن، ولی آخرینی که گذاشته من براتون میخونم ببینید چی نوشته. ساعت ببینید ایشون از 6:48 دقیقه بعد از ظهر هی مینوشته، هی ور میداشته، پاک میکرده. ببینید نوشته this message has been removed، this message، این پیام برداشته شد، این پیام پاک شد. حالا آخریش که دیگه حتما موقع خواب بوده یا میخواستن خوراک درست کنن شام بخورن، ایشون اینجوری نوشته: واقعا فیض بردم از اطلاعاتی که دادی، چون اصلا بلد نبودم اینجا چه بلد نبودم اینجا چه کار میشه کرد، و شما یادم دادید و طبق معمول که ایرانی ها سر هم جز بدگویی و منت گذاشتن و زیر پای هم خالی کردن کار دیگه ای بلد نیستن و اشتباهات خودشون رو هیچ وقت قبول نمیکنن و ادعاشون رو به عرش میرسه و همیشه هم میخوان بقیه رو دست درست کنن، برای همین یادشون میره خودشون کجای کارن، واقعا فیض بردن. ببینید دوستان، این یک خانم ایرانیه که تازه نمیدونم از ترکیه، از آلمان، از کجا آمده آمریکا. این خانم که خودش فکر میکنه همه چیزو میدونه، خودش فکر میکنه از همه پاکتر، منزهتر، درستکارتر هست، تمام معایب خودش رو داره برای همه ایرانی ها میشماره که ایرانی ها چنینن چنانن. خانم عادله، این تلفن رو من باز میکنم، پیامم اگه بذاری روز جمعه پخش میکنم. شما از روزی که با من آشنا شدی، به غیر از این که توی برنامه ها هر کسی رو که آوردم گفتم علنی اسم بردم، من از چه کسی بدگویی کردم پیش شما؟ و شما یک نفر رو به من نشون بده که شما ازش خوش گفته باشی، از کسی که رفتی چادر کرایه کردی، از کسی که رفتی میز کرایه کردی، از کسی که رفتی هر جا که رفتی، ببخشید شیرازی ها میگن تپه، میگن تل، به تپه تل، تپه‌های کوچیک رو میگفتن تل، تو شیراز بعضیا میگفتن تل، تل نریده شما باقی نذاشتی و حالا آمدی شما میخوای عرفان یاد مردم بدید، کلاس بذارید، اونم عرفان حلقه. بابا شما هر حلقه ایران بود که باز کردی همه رو از هم گسستی. خب دنبالش رو براتون بخونم، جالبتر میشه. بله،
واقعا فیض بردم از فرهنگ بالا و ادب شما، همیشه خیلی زیبا و با فرهنگ صحبت میفرمایید. جناب سوربی، من نیازی ندارم شما به جای من حرف بزنید. خب ای کاش این رو اول میفهمیدی زن حسابی، ما هم که همین رو بهت میگیم. شما بودی که چون نمیفهمی به من گفتی من جاد حرف بزنم. منم گفتم من کاری ندارم، من خانم شهناز نیرومنش حتی حضوراً ندیدم، ایشون کالیفرنیاست، از طریق اسکایپ آمده برنامه گذاشته، پسرش اسکایپ رو وصل میکنه، سلام علیک، دو تا برنامه سه تا برنامه اینجا گذاشته، الان هم سالها رفته، بعد رفت تلویزیون اندیشه، بعد رادیو تلویزیون خودشون، کلاس خودشون گذاشتن. طبق گفته های حسودانه شما ایشون در کارش موفقه. خب حالا ببینیم خانم عادله رزماور برای ما چی میگن. ایشون نیازی نداره و حرفی نمیخوام بزنیم. چشم، من کار خودم و بلدم. اپیرنتلی نات، اگه بلد بودید آویزون بین اون نمیشدید. همون جای خودتون صحبت کنید کافیه، به شما مربوط نیست، شما برای من تعیین تکلیف نکن. چون شما دائما به دیگران دارین ادب و رسم زندگی و صداقت و پاکدامنی آموزش میدین. ای کاش که کارگر بود، اقلا شما یاد گرفته بودید. به نظر میرسه که آدم موفقی نبودم، یا شما اینقدر ذاتت خرابه که ذات بد اصلاح چی؟ ذات بد یه چیزی نگردد، نمیدونم، چون که بنیادش بده. ذات بد آگه آباد نگردد چون که بنیادش بد است. اینا رو گفتم شاید به فکر بیفتید و ببینید چه کار میکنید. بهتر اول از خودتون شروع کنید. چشم، حتما این کار میکنم. من سرم تو کار خودمه. آها خانم، شما به نظر میرسه که مثل اجدهای 70 سر، یه سرت تو کار خودته، 69 تای دیگه‌اش ببخشید تو اینجا و اونجای دیگرانه. شما حتی من به شما گفتم یه آقای دیگه ای از نروژ آمدن برنامه داشتن، شما اون رو هم گفتید، اون آقای هادی فلانم نمیدونم آدم استفاده، گفتم شما ایشونو میشناسی؟ شما یک نفر رو بیا به من بگو که ازش خوبی گفته باش. خب شما بهتره به فکر خودتون باشید. اگه اسم خودتون رو رسانه گذاشتید پس مسئول هستید. شما کاملا اشتباه میکنید، چون شما آدم بی سواد و کم فهم و کم شعوری هستید. من رسانه هستم، من شعبون بی مخ نیستم که. شما نامه بده دست من، بله من میبرم میرسونم، ممکنه انعامم بهم بدن. من اگه تبر بدی دستم که نمیرم بزنم تو سر اینو. شما رسانه رو با لات چاقوکش شعبان بیمخ اشتباه گرفتی. اتفاقا همونها که وقتی من اینا رو گفتم که یه خانمی آمده چنین ادعای میکنه، اونها گفتن ما نمیخوایم بگیم، ولی اگه این خانم شروع کنه، این خانم و همسرش اصلا باعث دستگیری و مشکلات آقای محمد علی طاهری شدن. حالا عادل خانم، این شما، این من، اون خانم نیرومنش، اون آقای هادی، تشریف بیارید صحبت بفرمایید. عرفان حلقه، برید بخونید ببینید چی می‌نویسن، چه دروغایی میگن، چه تعارفایی میکنن، یا برای فروش کتاب، یا برای نمیدونم شما رو تو جلساتشون ببرن 10-15 دلار بگیرن، یا اینکه شما انقدر وابسته بشید مثل اون بیچارهایی که پول میدن. دیدید مثلا این کلیساها، یه دم یعنی یه خانمی رفته خونش رو به جایی که بده به بچه‌هاش، بده به مدرسه‌ای، بده به جایی، همه رو کرده به اسم کلیسا. شما بیا بگو برنامه چیه، شما بیا تو اول بیا بگو کی هستی. من که 30 سال فقط اینجا هستم و بارها تو برنامه‌م گفتم اگر یه نفر یه دلار نه از من، حتی از برادرای دیگم طلبکاره بیاد، من به ازای هر یه دلار 10 دلار میدم. 3 تا برادر، یکیش 40 سال اینجاست، یکیش 38 سال اینجاست، منم 30 سال اینجا هستم. شما هنوز نیومدی، شما هم مثل بیژن سفسری چنان که صافتی به پا کردی که بوی گندش خودت رو کشته، مجبوری سرت رو بکنی تو بیزینس اینو. من چند بار به شما گفتم، گفتم خانم شما برو کلاس تو بزن، آگهیت هم اینجا بده، تو روزنامه هم بده، مردم میان. چه کار داری به خانم نیرومنش؟ چه کار داری به اون؟ مگر اینکه ببخشید یه کرمی دارید دیگه. حالا شما ماجرای خودت و شوهرت و آقای دکتر علی محمد، دکتر محمد علی طاهری رو الان دیگه مدیون هستید که به بینندگان توضیح بدید. بس
بعد آقای فاطمی میگه آقا به مردم گیر نده. آقا این مردم گیر دارن، این مردم والا بلا تلا گیر دارن، والا من اینجا نشستم 9:14 شب ایشونی ورشه اینجوری نوشته. خب به فکر خودتون باشید و باید بنویسید رسانه، پس مسئول هستید و باید بدونید، هیچ بایدی نیست، شما نافهم هستی و شما نمیدونی، شما نمیدونی تلویزیون های آمریکایی یعنی چی، تلویزیون خصوصی یعنی چی. من که نوکر بابات نیستم، اون وقتا هم گفتن نوکر بابات سیاهه، من که نوکر پدر شما نیستم که. اوکی، اگر تعداد محدودی شنه، من دو تا، من حالا گفتم 7 تا، من 7 تا بینندم ندارم، 2 تا بیننده دارم. شما چقدر احمقی که آویزون میشی به من که من بیام برای اون 2 تا بیننده بشم بلندگوی شما. پس برو عزیز من امروز با خودت بشین، یک کمی حرفای دکتر محمد علی طاهری رو بیار جلوت، بگو که آدم خوبی بودی شما، آیا سوربی از روزی که شما رو شناخته بهت کمک نکرده، از کامپیوتر قرازت گرفته آشغالشو پاک کن و درست کن و یادت بدم اینو بذار اونو بذار تا مشکل. آخه خانم خجالت بکشید واقعا، خجالت بکشید واقعا. من بعض وقتا میگم این زن و مردا چرا از هم جدا میشن، اینایی که مخصوصا بچه دارن، بعد با یه طرفش که صحبت میکنم میبینم آبا اگه من نبودم جدا میشدم. سرمون رو نکنیم تو زندگی مردم، بیان بیرون. بله، شب و روز خوش. آخرش هم گفته نمیدونم در سمت و سوی برخلاف صداقت و پاکدامنی با زندگی دیگران بازی میکنن که مشوق افرادی باشید که در من کجا مشوق خانم شهناز نیرومنش بودم؟ شما با نفهمید باعث شدی که من امروز 6 بار بگم خانم شهناز نیرومنش، بعد اونایی هم که از دست شما ناراضیان برن سراغ ایشون. یعنی شما به دست خودت به خودت ضرر میزنی. ولی مونتی درست میگه، دیروز یه برنامه بود اینجا، یه دختر جوان کمدیانی آمد جوک گفت و جوکی که میگفت شروع کرد از ریپابلیکن ها گفت، اون آقای هاودی دیگه نارم یادم میره، خب اون آقا بهش گفت که ببین شما با دست خودت الان نصف مردم آمریکا رو دشمن خودت کردی، چون جوکایی که گفتی به اصطلاح سمت و سوی سیاسی داشت، چه کار کنیم ما؟ هر کی هرچی گفت بگیم شما درست میگی، بشیم آقای محمد کی بود خود کلهور گفت بله ایران افغانستان مال ایران بوده، یا افغانی زنگ زد گفت آقا این مزخرفات چی، افغانستان اون موقع اینجوری بوده، ایران مال اون بوده، گفت بله شما درست میگی. آقای سرشار زنگ زد بهش گفت آقا تو که بلد نیستی تاریخ و جغرافیا، این مزخرفات چیه، اینجوری بوده اونجوری بوده، گفت بله شما درست میگی. همینجور بشینیم اینجا آقا شما نمیگید مثل منی که گفتم آقای کلهو تو جوونی، مردم بهت میگن آقا این الاغه، فقط برای که بشینی جلو تلویزیون هر کی هر چی بهش میگه میگه چش شما درست میگی. نمیشه آخه، یه وقتم میای میگی گور پدر اون نسبی که نمیخوان به من رأی بدن، گور پدر اون نسبی که نمیخوان به من برنامه بده، برنامه تبلیغشو بده، من حداقل باید حرف این نسبی که باشون هستم بزنم. در صورت مانتی بازم ممنون متشکرم، بریم این عکس رو ببینیم. من پریروز در برنامه راجع به آتیزم صحبت کردم، این آتیزم فکر کنم بله، دوستمون فرید سایپور از انگلستان برای من فرستاد، گفت که به فارسی هم بهش همینو میگن، میگن آتیزم، و میبینید این پایین نوشته اوتیزم یه همین چیزی، بذارید به فارسی بهتون نشون بدم. ولی یه کمی دیگه ببینید اینجا نگاه کنید، این اینجا نوشته اوتیسم، الف واب ت دو نقطه ی سین میم، ولی اینا نوشته translation into Persian یعنی ترجمه به فارسی، نوشته در خودماندگی، روانشناسی خودگرایی. حالا البته این زیرش نوشته neurological disorder اون میشه، ولی نوشته این آتیزم در خودماندگیه، و من فکر کنم این کلمه درستیه، چون بچه هایی که آتیزم دارن شما اگه نگاه کنی ساعتها میشینه با خودش بازی میکنه، بعضی وقتا اصلا تحمل دیگران رو نداره، یعنی اینا در خود هستن. اگه کسی
در این رابطه میخواد صحبت کنه، مهمون من باشید 10 دقیقه 15 دقیقه بیاین صحبت کنید. راجع به مهمان بودن، ما هنوز نتونستیم با این آقای عباس سعیدی به توافق برسیم که مثل آقای خدابندلو بدونیم هر هفته ایشون برنامه داره یا هر از سالی شبت شنبت به نوروز. قرار بود من، یعنی برایشون نوشتم تا قبل از 11 کالیفرنیا اگه به من خبر بدی من برای روز جمعه پلاگ میکنم یا پروموت میکنم. در صورت اون چیزی که مطمئنم اینه، الان که سوربی برنامه زنده با شماست، ساعت 3 میریم آلمان سراغ آقای یزدان خدابندلو، از آلمان دنباله آسیب شناسی فرهنگی رو صحبت میکنه و ایشون میگه آقای سوربی چون من میبینم که شاه اللهی ها از شما آزرده میشن به شما میپرن، من یه مقداری میخوام در رابطه با این روش شاه اللهی، سیستم شاه اللهی صحبت کنم. آقا خانم سلطنت طلب باش، طرفدار پادشاهی باش، به من مربوط نی، ولی وقتی شاه اللهی میشی ازش بت میسازی، میگی 7 سالگی رفت سوئیس، 20 سالگی که برگشت سوئیسی شده بود، میگن آقا این درسش هم تموم نکرد، این پسر تخسی بود، دعوا کرد انداختنش از مدرسه بیرون، بعدم پول خرج کردن پرونده های مدرسه سوئیس رو هم گذاشتن رو توقیف. عجب ملتی هستیم واقعا. خب بریم حالا ببینیم براتون دیگه چی گذاشتم اینجا، این عکس ها رو نشون بدم. اون مال خانم عادله رو هم براتون گذاشتم، خانم عادله هم براش گفته بودم هم حق داره چون اسمشو بردیم، ایشون هم بیاد و به اصطلاح 10 دقیقه ربع ساعت قسمت خودش، طرف خودش، سعید خودش رو بگه، چون هر داستانی 2-3 تا سمت و سو، 4 تا سمت و سو داره، بعضی وقتا 8 تا سمت و سو داره. شما همه رو که بشنوید یا بیشتر که بشنوید بهتر میتونید تصمیم بگیرید. خب حتما شما هم یه عکسی از آقای خامنه ای دیدید که داره وافور میکشه، یادتون هست این عکسو؟ حالا این عکسو نگاه کنید. حتما سوربی هم دیدید که هی میگه بابا کمپوزیسیون، طنز، کاریکاتور درست کنید بکشید، ولی اگه عکس فتوشاپ درست میکنید یکم اقلا از هوش نداشتتون استفاده کنید. آقا زمانی که این مردک ریشش سفید بود اون موقع تلفن آیفون نبوده، اقلا عکس جدیدش رو بذار که تلفن آیفون دستشه. خب دوستان اینو میفرسته یه نفر عقب افتاده تر از من، دوستان دیگه هم بلافاصله برای هم میفرستن ببینید به این دیگران میگوید آیفون نداشته باشید ولی خودش دارد. حالا مثلا ما هم تعجب کردیم، حالا بعدش باید چی کار کنیم؟ اینا آیفون که دارن هیچی، تلفن‌های ماهواره‌ای دارن. دوستان تلفن‌های ماهواره‌ای هنوز همون تلفن‌های گنده انقدیه، اون شما با هیچ شرکتی نیستی در مستقیم با ماهواره، با اون یکی دیگه خیلی هم گرونه، خیلی اصلا نمیدونن تلفن ماهواره‌ای چیه. برید بابا برید کمپوزیسیون. خب بیاین سراغ آقای مینویی که امروز 5 بعد از ظهر با شما خواهند بود، برنامه زنده. آقای مینویی تو برنامه‌هاشون یادشون میره به شما بگن تماس بگیرید، آخر برنامه میگن شما هم که تماس نگرفتید که من یک نفسی بکشم. البته ماشاءالله ایشون انقدر خوش بیانه که ساعت‌ها برنامه داره، تو 6 تا رادیو و تلویزیون مختلف برنامه داره، ولی 1 ساعت در هفته روزهای چهارشنبه با ما خواهند بود. ممنونم از دوست خوبم کامران عزیز، نوشته تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است، اصل بد نیکو نگردد آن که بنیادش بدد یا چون که بنیادش بد است. ممنونم از شما. بله آقای فرید سایپور، من نمیدونستم ایشون هست، اسمش هم بردم راجبه آتیزم، از ایشون تشکر میکنم که برنامه من رو میبینن. ایشون نوشته عرفان حلقه اللهی، یعنی این دوستان عرفان حلقه هم بعضی هاشون عرفان حلقه اللهی شدن. خب اینم از این سعید کالیفرنیا رو اون روز براتون خوندم که بعضی ها ندیده و نشناخته میان به اصطلاح مادرت چطوره، پدرت چطوره، این میگه آقا اصلا پدر من مرده. دوستان در رابطه با برنامه ها لطف کنید آرشیو تلویزیون مردم رو نگاه کنید، مثلا برنامه آقای عباس سعیدی به غیر از اینکه تو برنامه ما بودن
آها روز دو چیز گذاشتیم. من معمولا سعی میکنم اسم مهمونا رو بنویسم و متنی که اون روز بوده، اون روز نوشتم آقای عباس سعیدی در رابطه با جنبش چپ تفاوت اسمهای مختلف و متریالیست صحبت کردن، توی این برنامه ایشون اون روزایی هم که قبلا برنامه داشته اعلام کردن. و اما بریم سراغ آقای بیژن سفسری، اگه به هر پدر سوخته‌ای بتونیم بگیم آقا. امروز یه دوستی تماس گرفت، پیام گذاشت، من اون موقع داشتم دوش می‌گرفت. وقتی آمدم تماس گفت که سوربی من فلانی هستم، بابای فلانی، منو یادت هست؟ تماس گرفتم گفتم بله عزیزم یادمه، شما فلانی هستی، بابای فلانی، اونجا کار میکردی فلانی ها، که دروغ نگفت باشم بگم حالا چون گفتیم اوکی. گفت آقا شنیدم که شما درباره این بزهکار، این دوز، این پدر سوخته بیژن سفسری صحبت کردی. خب حالا خانم عادله رزماور میگه چرا راجع به این صحبت میکنی، راجع به اون صحبت نکردی؟ برای که این هم کلاه منو برداشته، هم اونایی که کلاشو برداشتن حاضرن بیان، کلاشونو برداشته حاضرن بیان صحبت کنن، درست؟ یعنی همون چیزی که من به شما گفتم، گفتم شما حاضری با اسکایپ بیای تو برنامه بشینی نگاهی تو دوربین کنی بگی خانم شهناز نیرومنش دروغی گواهی صادر کرده که این سخنگوی محمد علی طاهریه؟ شما گفتی نه، حالا من که باید برم کار کنم پول در بیارم، شما که احمقی برای من این کارو بکن. نه بابا دیگه، ما بالاخره 4 سال احمقیم، 10 سال احمقیم، من 18 سال دارم این کارو انجام میدم. اگه بعد 18 سال گدایی هنوز ندونیم شب جمعه کیه، خب دیگه معلومه دیگه، شما میایین دو روزه استا میشید و میرید. اینا معمولا کسایی هستند که دیر آمدن زود استا میشن ولی یادشون نیست. فواره چون بلند شود سرنگون شود. شماها زود میرید اون بالا، ما این قطره ها همجوری یک جوی باریک برای خودمون داریم میرید. بیژن سفسری کلاه 100 نفر رو تو این منطقه برداشته. من میتونم یکی یکی اسم ببرم و این کارو میکنم توی برنامه، میکروفون رو میگیرم قشنگ آقای فلانی، شما که بابای فلانی هستی، و من نمیدونستم ایشون پسرش هم چت باز بوده، گفتم خب یه وجه مشترک دیگه هم پیدا کردیم. من سالها پیش ایشون اون موقعی که پسرش تازه یه کاری رو شروع کرده بود به من گفت که به اصطلاح یکم پروموت کنم، این کار کردم، جوونه، همسن پسر خود من. بعد بهش گفتم که ببین ما قدیما باید به این و اون وقتی صحبت میکردیم میگفتیم من پسر فلانی هم. حالا باید بگیم من بابای فلانی هم. چی شد پس این وسط ما؟ یاده براش یه جوکی هم، جوکی نه، حقیقتی رو از هادی خورسندی گفتم. گفتم هادی خورسندی نوشته بود که من سیگار کشیدن رو از توالت شروع کردم، هنوزم تو توالت دارم سیگار میکشم. بعد توضیح داده بود که از ترس بابا و مامانش سیگار رو یواشکی تو توالت میکشیده، بعد که دیگه حالا بزرگ شده و بچه دار شده از ترس خانمش و بچه ها مجبور بازم تو توالت سیگار بکشه. البته این دوستمون گفت من اتفاقا به گفته پسرم سیگار رو ترک کردم. منم بهش تبریک گفتم، گفتم چی گفت بهت که ترک کردی؟ گفت ببین یه روزی آمد گفت بابا این سیگار که میکشی اینجا بو بد میده تو خونمو. گفتم خب میرم تو آشپزخونه در رو باز کنم، میرم تو بالکنی. گفت نه اصلا برای خودتم بده، اگر من فردا سیگار بکشم تو به من چی میگی؟ گفت من گفتم شما درست میگی. و از اون زمان که اون 14 سالش بود الان 36 سالشه من سیگار رو گذاشتم کنار. ولی میدونی؟ گفتن چیه؟ گفت ولی این به دست دوخته حالا داره قلیون میکشه. گفتم اونم یه روز بهش بشین بگو که عمو سوربی گفت که این قلیون تو گوش شما کردن که سالمه، چون آب از دود از رو آب میره و اینا، برو مضراتشو بخون، از سیگار بدتره، چون سیگار فیلتر داره و اینها، این از سیگارم بدتره، مخصوصا چون روش زغال میذارن، شما اون کربن زغال رو داری میکشی داخل. و درست این آقا گفت آقا ما به این بیژن سفسری نامرد اینقدر کمک کردیم، آگهی براش گرفتیم و اینها، میگه حالا یکی یکی دوستان ما گله که آقا ما چه دشمنی با تو داشتیم که ما رو انداختی دست این. بعد به من گفت تو رو خدا شما اگه با آقای میبودی در تماس هستی؟ گفتم نه. گاهی وقتی ایشون زنگ میزنه یه برنامه رو دیده یه چیزی میگه، هر وقت هم با من زنگ زده تشویق کرد.
گاهی وقتی هم من یه چیزی میاد بهش میگم و تماس اونجوری نداریم، هفته یه بار زنگ بزنیم هی حالا قربونت برم، حالت چطوره قربونت برم. ده یه ساعت صحبت میکنه طرف، میگه حالا حالت خوبه؟ آقا من یه ساعت دارم با تو صحبت میکنم، اگه حالم بد نبود که اما اول سرفه و چیز میگفتم حالم بده میرفت. میگه آقای میبودی داره تبلیغ روزنامه نشریه اینها رو میکنه و بهش هم زنگ زدم پیام گذاشتم و شما هم بهش بگو. چشم، این کار رو انجام میدم بعد از برنامه. و برنامه آقای سعیدی رو روی فیسبوک هم گذاشتم، دلیلش هم این بود که من اشتباه کرده بودم اسم ایشون رو اول توی آرشیو ننوشته بودم، چون به من ایشون گفت که اونجا اسم من رو ننوشتی، من گفتم الان ببخشید اشتباه کردم، دو سه برابر برش رو بالاترین گذاشتم رو مردم تیوی برای 8000 و اون موقع 631 نفر بوده الان بیشتر گذاشتم و میتونید ببینید. چرا خانم عادله رزماور وقتی ما یه اشتباهی میکنیم و یه دوستی میاد از روی خوبی، از روی برادری، از روی اینکه خرید کرده، آقا پول داده گفته بابت این و این و این، ما کم فروشی کردیم به اشتباه، میگیم آقا شما درست میگی، این 100 گرمو بگی اینم 100 گرم، اینجا دیدی، میگی شما اگه ما اینو بهت فروختیم 100 دلار، رفتی پیدا کردی یه جایی بهت میگن اینو 90 دلار، ما اون 10 دلار رو بهت پس میدیم، 10% اون 10 دلار هم 1 دلار دیگه هم بهت پس میدیم. و اینه که اینجا دیروز تبلیغ میکرد باز شدن مدرسه ها، مداد رنگی و این مداد شمعی میگفتیم ما تو ایران، مداد شمعی ها رو تبلیغ میکرد نیم دلار 50 سنت، و من یادمه روزونه ما 2000 بود، 6 تا مداد رنگی 5000 بود. خواخه من چجوری میتونم یه مداد رنگی بخرم؟ حالا بعضیاتون هم مداد رنگی 64 تایی داشتید بمانه، بعدم همتون هم میگید هویدا خودکار بیگ گفت 5000 بود، بعدم 5000 بود. آخه این مزخرفه که شما دارید میگید، حتی اگه اونم گفته باشه مزخرفه، چون خود شاه میاد درباره نفت میگه شماها چیزاتون رو گرون میکنید، چرا ما نباید نفت رو گرون کنیم؟ خود شاه میاد میگه قیمتها رو چک کنید که مردم از قیمتهای چیزای روزانه به ستو آمدن. یه مشت دروغگو، یه مشتی خالی بند داریم لاف در غربت میزنیم. حالا بازم بگید از این نگو، از اون نگو، از چی بگم؟ اگه از این و اون نگم اون وقت مجبورم از شما بگم، ها مواظب خودتون باشه. خب دوستان عزیز، این بیده بذارید براتون آگهی بیده رو بذارم، این بیده آفتابه تمیز و چی میگن تو ایران مثل میگن یا میگن سرویس های بهداشتی یا میگن سرویس های نظافت یا هم چیزی، در هر صورت به نظر من چیز تمیز و خوبی هست. حالا بذارید من اگر پیداش کنم براتون اینجا بذارم، یا بین برنامه ها هست که یه وقت هم حالا به خاطر این یقه ما رو نگیرن، بذارید بهتون عکسش نشون بدم. ما اون روز گفتیم 10 تا به ما دادن، یکیشو خودمون استفاده کردیم، خیلی هم چیز خوبیه، 4 تاشو یه دوستی زنگ زد یه کم هم تخفیف گرفت. آقای سوربی گفتی یکیش 100 دلار، 2 تاش 150 دلار، 3 تاش 200 دلار. گفتم بله ماشاءالله خوب گفتی. گفت خب من بده 4 تاشو 200 دلار. گفتم آخه بابا جون این حمایته، ولی من گفتم آفتاب فروشی کنم، من اگه بخوام فروشنده باشم و هر کدوم از این دوستان زنگ بزنم دیگه بالاخره ساعت 10 15 دلار به ما میدن که براشون فروشندگی کنیم. هر جایی شما بری این گاریا رو که هول میدن ساعتی 8 دلار 10 دلار 15 دلار میدن. ما میخوایم به این وسیله حمایت دوستان رو به اصطلاح جلب کنیم. اینه عکسش من بهتون نشون میدم. بله این عکسش هست با قوتیش. خیلی هر شرکتی اینو درست کرده، خیلی مرتب منظم این با قوتیش، و قوتیش هم اون روز نشون دادم. اینم جایی که بسته میشه بغل این توالت باهاش نمیاد، توالت شما داری اینه. بعد اینم شکلش هست، خیلی ساده، نه دستتون کثیف میشه نه چیزی، اینو باز میکنید آب میزنه، بعدم با دستمال کاغذی خودتون رو خشک میکنید. اینم تمام چیزایی که شما لازم دارید باهاش میاد، مثل اون برنامه‌ای نیست که بگه شما این اسباب بازی رو بخر بعد زیرش ریز نوشته باشه که battery is not included، باتری باهاش نمیاد،
شما هم اولی که میخری باید بری باتری هم بخری. اینا رو 5 تاش هنوز هست و چه میدونیم، شاید اگر به این دوستمون بگیم آقا این چیز خوبیه، ما که نتونستیم مغز ایرانی ها رو تمیز کنیم، اقلا بذار اون پایینشون رو تمیز کنیم و استقبال کردن چیز کنیم. البته این دوستمون 200 دلار که داد برای 4 تا، پول پستش رو خودش قبول کرد، گفت اونم بهم بگو چند شده بهت میدم. مرسی، ممنون. شما هم اگه میخواین، بله بهتون گفتم اینا رو ممکنه 40 دلار 50 دلار هم بخرید، من تا 400 دلار هم دیدم، ولی ما برای اینکه ارزش اینو داشته باشه که اون دوستمون تو زحمت کشیده لطف کرده اینا رو فرستاده، ما هم حالا با بریم پستخونه بفرستیم چه یکی چه دو تا چه سه تا چه چهار تا، ما میگیم دونه 100 دلار، دو تا 150، دونه 70 دلار 75 دلار، سه تا دونه 66 دلار و 66 سنت. ساعت 2:56 دقیقه است. بیده و گفتم سرویس بهداشتی آفتابه تمیز و بدون دخالت دست و پا. وقتی که روغن نباتی آمد تو ایران با مخالفت‌های زیادی روبرو شد. روغن نباتی قو تبلیغ می‌کرد، عکس نشون می‌داد، جایزه می‌داشت، اون وقت تو توفیق می‌نوشت روغن نباتی قو برای بچه‌های ریقو. روغن شاهپسند که لابد مال مثلا شاهپسند بوده نشون میداد، یه نفر نشسته رو قوطیه بعد نوشته بود که روغن نباتی بدون دخالت دست پر میشود، یعنی این هست دیگه. حالا در صورت اینم از این خب، و اما چی بخوریم چی نخوریم. این روزا شما هم حتما دیدید میگن تخمق روز یکی حتما باید بخوریم، بعد میگن تخمق نخوری یا نمیدونم ماهی تا دلت میخواد بخور، بعد میگن ماهی نخوری یا این ماهی یه نوع روغنی داره که پاتون اون نقرس هست، مرض پولدارا گاوت میگن اینجا میگیری. ما اون روز دیدیم آقای مختار روی فیسبوکش عکس پاشو انداخته و نوشته عجب دردیه اذیت میکنه و اینها، گفتیم خدا شفا بده اگه خدایی هست. دو سه روز بعد خودمون پادر گرفتیم، گفتیم لابد کفش بد پوشیدیم، زیاد وایسادیم، یه دو تا شنا رفتیم شنا کردیم اینا، بعد دیدیم نخه، بعد نگاه کردیم دیدیم ای بابا، میگن این اویل فیش قرصایی که میخورید برای روغن ماهی، میگن اینا اگر هایلی پیوریفاید نشده باشه یه چیزی داخلش هست، پیورین یه چیزی که این باعث میشه که یک عجب توضیحی دادم، نه توضیح پزشکی کامل، این باعث میشه یه رسوباتی اونجایی که جوینت شما هست مفصل و اینها هست انجام بشه، اینجا هم بهش میگن کریستال. کریستال شیشه و چیزایی مثل سنگ و اینها رو کریستال میگن. در هر صورت گفتیم بابا نخواستیم. دوستان ما یه دکتر خوبی داریم اینجا میگه اگر خوراک درست بخورین شما ویتامین هم نمیخواد، همین هم که میگن ویتامین دی اگه شما روزی 20 دقیقه میری سر کار و میای تو آفتاب هستی و اینها اونم لازم نداری، از صبح که بلند میشیم این ویتامین ده، این مولتی ویتامینه، اینو میخورم برای آسپرین خونم رقیق بشه، اینو میخورم برای خونم غلیظ بشه، اینو میخورم برای کلسترول، اینو میخورم برای این قرص کلسترول، از صبح تا شب کار ما شده. اون وقتا به یکی که میخواستن توهین کنن میگفتن برو مرتی که قرصی، برای که قرص مینداختن بالا که از خماری در بیان نشه بشن، این بیچاره هم یا خمارن یا نشه هستن. در هر صورت اینم ماجرایی بود که گفتم اینجا نوشتم که بهتون بگم. و اما یه ماجرای پیپل دیدید که من همیشه تبلیغ میکنم از پیپل و میگم که سرویس خوبیه، اومد پدر بانکار در آورد اینا، حالا خودش که بانکار رو زده داغون کرده خودش داره پدر ماهار در میاره. این ماستان هم جنبه براتون میگم. ضمناً اون روز که آقای عزیزان صحبت کرد چند نفر از شما دوستان تماس گرفتید گفتید آقای عزیزان دو بار سه بار هی میگه که این خانمه میخواد ناشناس بمونه ولی این معرفیش میکنه. گفتم که ببینید شما درست میگی ولی آقای عزیزان اونم حق داره، میگه این چجوری میخواد ناشناس بمونه که این چیزا رو هم گذاشته و اینها. تازه من فکر کنم اون خانم خیلی زرنگتر از آقای عزیزانه، از آقای عزیزان استفاده کرده که ایشون بیشتر معروفش کنه، چون میدونید تو فیلم ها هم دیدید میگه که یه خبری فقط به تو میگم به هیچ که نگو، میگن که پخش بشه. اینم هی من میخوام ناشناس بمونم ماشناس بمونم، آقای عزیزان هم با سادگی
هم جوونه هم ساده لوحه دیگه، با سادگی سه بار چهار بار اسمش رو گفته، ولی به من مربوط نیست. عزیزان وبسایت داره، شماره تلفن داره، ایمیل داره، آدرس داره، پلیس میدونه کجاست توی آتلانتا، به اون مربوطه. حالا فهمیدی خانم عادله شما بلد نیستی و فکر میکنی بلدی؟ برگرد به زندگی خودت ببین اون چیزایی که فکر میکردی بلدی، تصمیم گرفتی، یکی یکی بعدن غلط بود کدوم بود؟ بیا مثل یک زن شرافتمند توضیح بده و به دیگران هم دستور نده چه کار کنن. این یه روزنامه است. شما میگی من یه چهارم صفحه میخوام، بهت میگن $300. میگی یه صفحه میخوام، میگن $1,200. حالا تخفیف بهتون میدیم. من نوکر بابای شما نیستم. خب آقای یزدان خداوند، دوستان من برنامه رو قطع میکنم، دوباره بس میکنم که برنامه آقای یزدان خداوندلو به صورت مستقل ضبط بشه. پس دوستان فیسبوکی فعلا خداحافظ، برمیگردم. خب دوستان غیر فیسبوکی هم یک لحظه به من امان بدید. بله باز برمیگردیم، با شما خواهیم بود.